قلعه فلک الافلاک به تنهایی نشان و نمادی از ایران بزرگه، از تاریخ ایرانه، تاریخ چند هزار ساله ماست. سالها ثبت ملی شده ولی جایگاه فلک الافلاک بدون تردید جزء رده های اول ثبت جهانی است. اینو دنیا البته خوب میدونه، اونایی که بازدید میکنن متوجه این جایگاه هستن. به هر حال یه سری ویژگی ها به لحاظ شاخص های یونسکو باید رعایت میشد که درست هم هست، بخش زیادی از اون یه استانداردهایی داره. من امروز از زوایای مختلف شهر یه بار دیگه از ارتفاعات نگاه کردم، خود من احساس کردم که باید قلعه فلک الافلاک مثل یه نگینی به درستی دیده بشه. نمیشه اطرافش سازه های مختلف و متفاوت زیادی باشه بعد این بخواد به ثبت جهانی برسه. خب تا حد زیادی این اتفاق رو در سالهای قبل رقم زدن، اما در سالهای اخیر یک مانع بزرگی بوده که بخشهایی از محوطه‌هایی که در اختیار نیروهای مسلح قرار داشته و مهم بوده، بالاخره اونها ماموریت‌های مهمی رو باید اونجا انجام میدادن، گفتگو شده برای انتقال این مجموعه ها در سفرهای رئیس جمهور به استان لرستان. این مسئله قطعی شد، اعتبار خوبی براش گذاشتن و اخیراً هم با زحماتی که جناب آقای دکتر استاندار محترم زحمت کشیدن و پیگیری کردن، جلسات رو انجام دادن. نمایندگان محترم سرکار خانم دکتر مقصودی هم که مرتباً از من پیگیری این رو به عنوان کار مهم استانی دارن در مجلس، به نتیجه رسیده و من فکر کنم در آینده نزدیک انشاءالله این امکاناتی که مربوط به نیروهای مسلح انتقال پیدا میکنه. امروز من تأکید کردم یه طرح بسیار خوب، شایسته هم لرستان، خرم‌آباد، شایسته قلعه فلک الافلاک انشاءالله آماده بشه با نگاه زیبایی شناسی، با نگاه محیط زیست، با نگاه آموزش های تاریخی و با امید خدا در آینده نه چندان دور بعد از انتقال تأسیسات عزیزان ما در نیروهای مسلح و در اختیار قرار گرفتن محوطه‌ها برای میراث فرهنگی، انشاءالله یه تحول جدی در این عنصر مهم میراث صورت میگیره و شرایط برای ثبت جهانی اون انشاءالله فراهم میشه.